نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام، شما بیننده برنامه تپش رسانه ها از تلویزیون جهانی افغان نیوز هستید. در تاریخ معاصر افغانستان نسبت به ناتوانی های امنیتی در کشور، هر کس و هر کشور از این حالت نابهنجار افغانستان سود بالایی برده اند که نه تنها وضعیت امنیتی کشور را نابسامان ساخته اند، بلکه از نگاه اقتصادی نیز ضربه خطرناک را وارد کرده اند. در همین راستا حالا چهره اصلی ایران که خود را دوست استراتژیک کشور معرفی کرده بود، دوست استراتژیک کشور نه بلکه دوست استراتژیک برای ترورستان بوده است. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید که یک شهروند ایران را به اتهام برنامه ریزی برای حمله انتحاری در جنوب افغانستان بازداشت کرده است. لطف‌الله مشل سخنگوی امنیت ملی گفت این فرد از ساکنان شهر زاهدان ایران است و برای اجرای عملیات انتحاری به شهر قندهار آمده بود. آقای مشل گفت که یک شخص ساکن ایالات بلوچستان پاکستان را نیز که همکار این ساکن ایران بوده است نیز بازداشت کرده است. در برنامه کنونی تپش رسانه ها ما این موضوع را با آقای بشیر بیژن روزنامه نگار به بحث میگیریم. آقای بیژن خوش آمدید به برنامه تپش رسانه ها. آقای بیژن، لطف‌الله مشل سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید که یک شهروند پاکستان و یک شهروند ایران را به اتهام حملات انتحاری در شهر قندهار بازداشت کرده بودند. از دیدگاه شما آیا کشور ایران و پاکستان دست به دست هم داده اند که وضعیت امنیتی کنونی کشور را نابسامان بسازند و یا اینکه نه سازمان‌های در داخل این کشورها کار میکنند که میخواهند وضعیت امنیتی افغانستان را خطرناکتر و همچنان نابهنجارتر بسازن؟ سلام بر شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی افغان نیوز. سپاس، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل معضل در اینجاست که ما به مثابه یک کشور و در این کشور قدرت سیاسی که ما برایش دولت خطاب میکنیم یک تعریف بسیار مشخص از لحاظ موقعیتش در قبال منطقه و در قبال جهان از خود نتانسته ارائه بکنه، به اضافه ای که در مسائل ملی هم کماکان مشکلات خود داشته و داره. فکر میکنم کشورهای مغرض در سرنوشت ما و در کشور ما، اونا در موقعیت های خودشان درست هستند. به دلیل این درست است که اونا بر اساس و بر اصل یک استراتژی مدون و علمن تنظیم شده حرکت میکنند. یعنی این منطقه فراتر از سازمان و یا اشخاص است، از دیدگاه شما ارتباط میگیره به دو کشور ایران و پاکستان؟ کاملا. ببینین، کشور پاکستان نگاه عمق استراتژیک داره برای افغانستان، بلکه از زمانی که به وجود آمده این موضعش بوده. اما کشور از چه زمان ایران... آقای بیژن معذرت میخوایم، از چه زمانی کشور ایران و پاکستان دست به دست هم به شراکت کار را در مقابل افغانستان آغاز کردند که افغانستان را نابهنجار بسازن وضعیت امنیتیش خصوصا؟ ببینین، در سیاست ها و برنامه های سیاسی لیمیت وجود نداره. این مسائل در مقاطع مختلف زمان بر مبنای کشف منافع مشترک و یا کشف برنامه همسو و همسان این حالت ها پیش میاد، ولی منافع دو تا کشور در اینجا جدا جدا قابل تعریف است. در افغانستان کشور ایران هم مثل کشور پاکستان و مثل برخی از کشورهای دیگر در سطح منطقه و جهان همیشه نگاهش به دلیل دلایل متعدد نگاه خصمانه بوده نسبت به افغانستان. همیشه کارهایی را که پاکستان در اینجا انجام داده بدون شک این کارها را ایران هم انجام داده، اما نمای دید برای توطئه ها و دسایس از جانب پاکستان معیاتر بوده و برای ایران معیا نبوده. آقای بیژن ببخشید،
چی باعث میشه که دولت افغانستان تا یک سال اخیر و یا هم دو سال اخیر هم نمیدونه که در ایران ترورستان تربیه میشه، بعدش هم امنیت ملی کشف میکنه، ISF ناتو میگه که سلاحایی که در دست نیروهای مخالفین دولت افغانستان است همیش فقط در ایران میتونه که ساخته شود، در کشورهای دیگر نه. حالا چی فکر میکنین؟ ضعف در دولت افغانستان بوده و یا ای که کدام چیز دیگی هم؟ حتما شما و مردم افغانستان بیاد دارین که ما در قدم نخست نه ایران و نه پاکستان هیچ کس را ملامت نکردیم، از با توجه به تعقل، چون سیاست عصر حاضر مربوط به تعقل میشه، یعنی عقل میشه. عدم بینایی و عدم شنوایی دولت مردان افغانستان و گردانندگان نظام سیاسی افغانستان باعث شده که این کشور به مثابه خانه بیدر و بیدروازه بروی همه انسانهای اوباش، بروی همه انسانهای مغرض، بروی همه برنامه های شوم و پلید که در حقیقت همه و همه یکسره بر ضرر مردم از باز باشه. ما باید اول خود ما را یک بار تحلیل بکنیم، ما کی هستیم؟ ما بارها برای از این طریق شما گفتیم آقای کرزای امیتو در سطح منطقه کی هستی؟ یعنی نقص آقای بیژن تا حالا از دیدگاه شما در اینجاست که ما خود را نشناختیم، چی برسه به این که همسایه ها را بشناسیم؟ ما از خود یک تعریف مشخص نداریم. ما بارها گفتیم من نمیدانم این دولت مردای ما سواد دارن ندارن. ما بارها گفتیم رنج میبرم در کره زمین، تنها کشوری که فاقد استراتژی عمل میکنه او دولت افغانستان است. این نمیدانه، ما نمیدانیم آقای کرزای تیمش، یعنی دولت زیر ریاستش، موازی ملیش چی است، موازی منطقه‌ایش چی است، موازی جهانیش چی است. اصلا تعریفی وجود نداره. آقای بیژن چی فکر میکنین؟ این شهروند ایرانی که در قندهار از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده، گفته میشه که قصد داشت حملات انتحاری را در قندهار سازماندهی بکنه، هدف ایران از یک ارج و مرج و یا هم حملات انتحاری در یک ولایت پرنفوذ و همچنان مرکزی افغانستان چی میباشه که میخواد در قندهار یک وضعیت نابهنجار را برای مردم پیش بره؟ ببینین اگر کل بحث ما متمرکز بر سر یک نفر باشه ما فکر میکنیم، اما ممکن یک سازمان رهبری بکنه. آقای بیژن بخواییم تغییر بتیم، اما ما برای شما به یقین میگم این یک نفر، در پیوند با این یک نفر شما برای یک استراتژی باید فکر بکنین، یک استراتژی خطرناک برای این کشور. در پیوند با این نفر شما برای یک برنامه خطرناک از سوی ایران، از سوی دولت ایران. ببینین ما پیشتر گفتم و بارهای گپ زدیم، سیاست عصر حاضر سیاست ایدئولوژیکی و عاشقی نیست. این سیاست مثل معادلات ساینس و ریاضی هست، کجایی که منافع هست حقیقی ترین دوست اونجا هست، کجایی که منافع تهدید میشه حقیقی ترین دشمن اونجا هست. شما فکر میکنین که همه مثل دولت مردای خود ما گنگس هستن؟ نه خیر، اونها هر چاله که میرن پیش روی چاله خدا و عقب چاله خدا بسیار سنجیده عمل میکنن. این وقایع یا این حوادثی که رخ میده، این حوادث بخشای بسیار منظم و تنظیم شده اهداف و برنامه های استراتژیک کشورهای منطقه و جهان است در افغانستان. اینا تصادفی خلق نمیشه و هیچگاه هم تصادفی برایش نباید پرداخته شوه. ما بارها میگم، بسیار با درد میگم، بسیار با رنج میگم، اگر ما صاحب همچی یک نظام سیاسی که در اصل از او آقای کرزی من ایسه نفر اول مملکت قرار داره باشیم، شما قبول بکنین هر آن چیزی که من حیث تأثیر، من حیث ناامیدی و مایوسیت در ذهنتان بگرده، مردم افغانستان با او مواجه میشه. آقای بیژن، دولت ایران وقتی که تروریست میفرسته به افغانستان، دولت افغانستان جز این که او را بازداشت میکنند در هر ولایت افغانستان که باشه، چون قبلا هم سابقه داره که در ولایت هرات و بعض ولایت دیگر شهروندان ایرانی به چنین اتهامات دستگیر شده بودند، چی چیز دیگر انجام داده میتونن؟ نه خب متاسفانه این دولت ما دو مرتبه برش تبصره داشتیم. شما ببینین وقتی یک شهروند افغان، یک شهروند مظلوم و بی کسی افغان در خاک ایران
به اصطلاح به جرم مواد مخدر به دار آویخته میشه، درست است؟ هیچ آدرسی هم وجود نداره که حداقل امو جرم او را تصدیق بکنه، یعنی ما را مطمئن بسازه که واقعا این شهروند افغان در اونجا جرم را مرتکب شده. شما میدانین هزارها شهروند ایرانی مشغول کاروبار مواد مخدرند، برای اینکه ده ها هزار انسان در سرزمین ایران معتاد به مواد مخدر است. شما مگر کدام روز شنیدین که کدام شهروند ایرانی محکوم به اعدام شده باشه؟ ببینین هر کی در کره زمین از افغان برای مجموع مقاصدشان استفاده میکنه و گاهی این استفاده ها بسیار ظالمانه است و بسیار غیر انسانی است و حتی غیر اسلامی است. برخی ها مثلا ایران فکر بکنه که ما برای جهان نشان بدم که من متنفر از کاروبار مواد مخدر هستم، یک شهروند بیگناه افغانه بدون از اینکه در پیرامون زندگی از او یک قضاوت انسانیش صورت بگیره که این کشور برادر ما است، مردم ایران برادر ما هستند. آقای بیژن، از دیدگاه شما این بار اول نیست که یک شهروند ایرانی یا شهروندان ایرانی در افغانستان از سوی امنیت ملی و یا هم نیروهای دیگر امنیتی افغانستان بازداشت میشن به اتهامات حملات انتحاری و حتی ساخت سلاح‌ها و تمویل طالبان در افغانستان؟ موقف دولت افغانستان در این راستا در قبال ایران و در چنین عملات ایران چرا روشن نیست؟ برای اینکه دولت افغانستان در حقیقت هیچ کاره نیست. در بازی‌های کنونی، حتی در بازی‌های منطقه‌ای و جهانی، این دولت افغانستان، منظور ما از دولت مردان افغانستان است، اینا هیچ کاره نیستند. اینا در حقیقت تماشاگر قربانی شدن افغان‌ها در جنگ و در رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای هستند. مردم افغانستان در طول چندین سال است که متاسفانه نمیدانند برای چی کشته میشن، نمیدانند و بسیار بیرحمانه و بسیار فریمان و بسیار ارزان هم کشته میشن. شما حوادث 3 دهه جنگ در افغانستان ارزیابی بکنین، شاید در تاریخ بشریت این جنایت و این جفا تکرار نشده باشه. حالا موقف دولت افغانستان در قبال ایران چرا روشن نیست؟ الان که همواره شعار دوستی را هم ایران و هم افغانستان میدن، اما در عقب پرده معلوم میشه که چیز دیگری است. حالا بازم امو یک عیب خود ما را پس دوباره به رخ خود بکشیم. خب وقتی که من از شما پول میگیرم، درست است، چگونه میتونم به شما اعتراض بکنم یا چگونه میتونم در برابر شما سربلند استاد شم؟ دولت افغانستان تنها در قبال ایران نه، در قبال همه کشورهایی که در حق افغانستان و در حق افغانها، یعنی در حق بیچاره ترین مردمان جفا میکنه، موضع گیری نکرده. شما فکر میکنین گفتگوهای اخیر شما ارزیابی بکنین با کشورهای منطقه، مخصوصا با ایران و پاکستان، با اون جفایی که اینها در حق این سرزمین کردن و این خنده های بسیار زیاد عاشقانه که از جانب دولت مردای افغانستان به طرف اینا نمایش داده میشه، معلوم دار است ما مایوسیم، برای که ما بی کس هستیم. در حقیقت از چیزی که محسوس نیست، دولتی که برای ما محسوس نیست وجودش. اما سوال برمیه آقای بیژن، بارها منتشر شده خبرها که دولت ایران برای شورشگران در افغانستان سلاح کمک میکنه و یا هم پول کمک میکنه، اما چرا میخواید دولت افغانستان را همواره تخریب بکنه کشور ایران و یا هم به نوع طالبان را در اونجا تربیه و تمویل بکنه و تجهیز بکنه دوباره به افغانستان بفرسته؟ این همه کمک هایی که برای شورشگران در افغانستان از سوی ایران صورت میگیره، چرا؟ به کدام هدف؟ هدف اساسی در کجا است؟ یک روخ این قضیه از زمینگیر ساختن آمریکا در افغانستان است. این یک بخش عمده و اساسی، یعنی کسی که بر ضد تروریسم در افغانستان می جنگه، ایران نمی خواهد که همین تروریسم سرنگون بسازه کشورهای جامعه جهانی که در افغانستان گرده هم آمدن، بلکه ایران می خواهد شورشگری
و تروریسم در افغانستان تقویت کنه؟ ما بحث جامعه جهانی را جدا جدا در آدرس‌های خودشان